و شما که از آبادان تا انکوریج در آلاسکا به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم در این دوشنبه 9 خرداد 30 می. ریاست اوپک با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت از دست ایران خارج می شود. سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت پیگرد قانونی دارد. گفته های سخنگوی کمیسیون انرژی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. خرابکاری منتفی است. تحقیقات درباره کوتاهی‌های فنی در انفجار پالایشگاه آبادان ادامه دارد. اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رشد 14.6% میانگین روزانه مصرف بنزین در هفته اول خرداد نسبت به هفته قبل. متوسط مصرف روزانه بنزین با 5,200,000 لیتر افزایش به 60,300,000 لیتر رسید. صد و سه سال پیش در این روزها ایران شاهد کشف نخستین چاه نفتی در مسجد سلیمان بود. ایران در حال حاضر با 155 میلیارد بشکه ذخیره هیدروکربن مایع و حدود 33 هزار میلیارد متر مکعب ذخیره گاز طبیعی یکی از عمده ترین کشورهای تامین کننده انرژی جهان است. اما ایران در سالهای اخیر با مشکل سرمایه گذاری خارجی برای بهره برداری، ساخت و بازسازی پالایشگاه ها به دلیل تحریم و تولید بنزین دست به گریبان بوده است. در حال حاضر به طور متوسط 55 میلیارد میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه های ایران تولید می شود و پیش بینی می شد با راه اندازی فاز سوم پالایشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین به مرز 60 میلیون لیتر در روز افزایش یابد. این دقیقاً متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران در هفته اول ماه خرداد است. اما انفجار و آتش سوزی در واحد گاز مایع پالایشگاه آبادان گذشته از تعلیق جشن خودکفایی بنزین منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 24 تن از کارکنان پالایشگاه آبادان شد. صنعت نفت و پالایشگاه های ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ برنامه دولت احمدی نژاد برای تولید بنزین تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟ آیا بحران سیاسی جناحی منجر به از دست رفتن ریاست ایران بر اوپک خواهد شد؟ اینها پرسش‌های امشب افق. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. سیاوش سعادتیان در هفت پرده نگاهی دارد به بحران سیاسی پیامد انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه آبادان در سه‌شنبه گذشته. تولید بیش از 4 میلیون لیتر بنزین در روز، بهره برداری فاز اول پالایشگاه آبادان با حضور رئیس جمهوری، انفجار در پالایشگاه آبادان، نشت گاز عامل انفجار اعلام شد. خبرگزاری ها، رئیس جمهوری و هیئت همراه سالم هستند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عدم آمادگی پالایشگاه برای افتتاح عامل انفجار بوده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایشگاه آبادان 15 روزه بازسازی می‌شود. تناقض در آمار کشته شدگان، مدیرعامل پالایشگاه نفت، شمار کشته شدگان 1 نفر است. خبرگزاری مهر، 4 نفر کشته شدند. نماینده مردم آبادان در مجلس، کارشناسان آتش سوزی پالایشگاه آبادان را پیش بینی کرده بودند. با مدیران پالایشگاه آبادان باید برخورد شود. استاندار خوزستان، سیاه نمایی حادثه پالایشگاه آبادان کار مخالفین دولت است. تنها 1 نفر کشته شده است. مهمانان امشب برنامه افق آقای دکتر محمد سهیمی، استاد مهندسی شیمی و مواد و صاحب کرسی مهندسی نفت شرکت ملی نفت ایران در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، یکی از 5 مشاور شورای عالی نفت و گاز در دوران وزارت بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت. ایشون از بربنک در کالیفرنیا با ما و شما هستن و آقای دکتر نامدار بقایی یزدی، متخصص سوخت‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر، دکترای بایوتکنولوژی از کالج
سلطنتی لندن، مدیر تکنولوژی شرکت بایوکالدل، مشاور پروژه های کمپانی شل و کمپانی گاز بریتانیاییشون از استودیوی صدای آمریکا در لندن با ما و شما هستند. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید آقای سهیمی. ابتدا اجازه بدید بخشی از صحبت های آقای احمدی نژاد رو پس از انفجار در آبادان با هم گوش کنیم و من پرسش رو بعد با شما در میون میگذارم. به بخش صحبت های رئیس جمهور ایران گوش کنیم. خوشبختانه صنعت نفت با شتاب روزافزون در حال پیشرفت است. کارهایی که روزی آرزوهای دست نیافتنی بود امروز با اتکای به همت و اندیشه و ایمان فرزندان غیور ملت ایران در صنعت نفت یکی پس از دیگری به بهره برداری میرسد. دشمنان ما قبل از انقلاب به نوعی و در طول 32 سال به نوع دیگری همه همت خودشون رو متمرکز کردند که متخصصین و کارگران و مدیران صنعت نفت ایران بر پیچ و خم این صنعت مسلط نشند. ما آمادگی داریم صنعت تمام کشورهای اسلامی را نوسازی کنیم. آمادگی داریم صنعت نفت کشورهای تولید کننده نفت را نوسازی کنیم. آقای دکتر سهیمی، بشنویم واکنش شما رو به این ادعاهای آقای احمدی نژاد و اینکه چقدر غرب و جامعه جهانی تلاش داشت پیش و پس از انقلاب اجازه نده به گفته آقای احمدی نژاد که به پیچ و خم‌های این صنعت مسلط بشن. خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. صحبت های آقای احمدی نژاد طبق معمول قلوب‌های خیلی بزرگی درش هست. آنچه که واقعیت داره اینه که به دلیل تحریم‌هایی که غرب بر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل اعمال کرده، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بجز توسط چین و احتمالاً روسیه متوقف شده و این باعث شده که در داخل فعالیت‌های بیشتری در مورد صنعت نفت به وجود بیاد. این یک حقیقته. ولی اینکه بگیم که تمام کارهایی که ما داریم انجام میدیم و تمام کاری که قرار بود انجام بدیم در حال انجام شدنه به نظر من یک قلوب بسیار بزرگه. به عنوان مثال در دوران آقای خاتمی مجموعه اصلویه در جنوب ایران تأسیس شده بود که در اون 50,000 نفر مهندسین و متخصصین مشغول کار بودن و همین الان اون تعداد کسایی که در اونجا هستن کمتر از 5,000 نفره. دقیقاً دلیلش به همین دلیلی که شرکت‌هایی که قرار بود به اصطلاح توسعه میدان پارس جنوبی رو به عهده بگیرن و فعالیت‌های جنبیش رو از ایران خارج شدن و شرکت‌های داخلی در واقع نتونستن اون کار رو انجام بدن. به عنوان مثال قرارگاه خاتم الانبیا قرار بود فاز 15 و 16 پارس جنوبی رو انجام بده ولی به دلیل خروج شرکت‌های خارجی از ایران قرارگاه خاتم الانبیا که همیشه پروژه‌های خیلی بزرگی رو از دولت بدون به اصطلاح بدون مزایده دریافت کرده از پروژه کنار کشید و دقیقاً دلیلی که آقای رستم قاسمی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا برای کنار کشیدنش ذکر کرد این بود که شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدن و ما به تنهایی قادر نیستیم این کار رو انجام بدیم. و پروژه‌های دیگه بسیار دیگه وجود داره، مثلا فرض کنید پروژه ساختن خط لوله گاز از اصلویه به مرز پاکستان، خب این که قرار باز اونم توسط شرکت‌های وابسته به خاتم الانبیا انجام بشه، اینها با تأخیر انجام شده. یا پروژه‌ای که قرار بود گاز رو از مناطق جنوبی ایران به شمال غرب ایران نزدیک مرز ترکیه انتقال بده که اگر بشه به خط لوله انتقال گاز به اروپای غربی متصل بشه، اینا همه با تأخیر انجام شده. در این حال ما میدونیم که در ایران همه چیز سیاسیه و بنابراین بعد علمی و تکنولوژی مسائل به بعد سیاسی در برابر بعد سیاسی همیشه از اهمیت کمتری قائل بودن. در رابطه با همین پالایشگاه آبادان که در عرض یک هفته گذشته راجع بهش خیلی شنیدیم و
تعدادی از هموطنان متخصص ما در پالایشگاه کشته شدن، دقیقاً افتتاح واحد جدید پالایشگاه نفت آبادان به دلایل سیاسی بوده و این سابقه بسیار در دولت آقای احمدی نژاد داشته. ما میدونیم مثلا چند ماه پیش دولت آقای احمدی نژاد یک واحد بزرگ تولید مواد پتروشیمی رو با سرسدای بسیار بزرگ به راه انداخت که این یکی از بزرگترین واحدهای خاورمیانه است، ولی اون با تمام خرجی که برای ساختن اون واحد انجام شده بود بعد از 3 ماه اون واحد متوقف شد. چرا؟ به دلیل اینکه خوراک اولیه برای واحد وجود نداشت. یا فرض کنید خط راهن اصفهان شیراز رو زودتر افتتاح کردن و بعد از اینکه قطار از روی خط راهن یک بار رد شد، خطوط راهن کج شد و به طور کلی پروژه متوقف شد و در حال تکمیله. یا همینطور پروژه راهن کرمان به زاهدان که افتتاح شد، ولی این افتتاح در واقع زودرس بود و به دلیل اینکه خط اصلا به پایان نرسید و از این مسائل بسیار وجود داشته و وجود خواهد داشت. بنابراین اینا همه اینها رو باید در سایه قلوب‌های بزرگی که آقای احمدی نژاد همیشه در رابطه با فعالیت‌های دولتش هست در اون رابطه اینا رو ما ببینیم. خب برمیگردیم که جزئیات بیشتر این قضیه رو با شما در میون بگذاریم. آقای دکتر بقایی، نکته‌ای که این وسط مهم هست این که شما خب سابقه کار با شل و در واقع شرکت گاز بریتانیا رو دارید. این اتفاقات چقدر طبیعی است؟ یعنی چقدر امکان پذیر هست که جلوگیری بشه و چقدر غیر قابل کنترل هست اینجور انفجارها، اتفاقاتی که نمونهش در پالایشگاه آبادان افتاد؟ چقدر مدیریت درست میتونه جلوگیری بکنه از بروز چنین فجایعی؟ نخست با درود خدمت شما و مهمان برنامه‌تون آقای دکتر سهیمی و همینطور تمام بینندگانتون در سراسر دنیا. ببینید آقای دهقانپور، این به نظر من صحبتایی که جناب سهیمی فرمودن درست هستش، ولی یک چیزی رو بایستی خیلی اینجا به نظر من کاملا در نظر گرفتش که به نظر من این علت این که ایران صنعت نفتش مثل خیلی از صنایع دیگه صدمات بسیار بزرگی دیده ظرف این 30 سال پس از انقلاب اسلامی به خاطر خب سیاست‌های متخاصمانه جمهوری اسلامی بوده که نگذاشته به هر حال به طور درست و صحیح سرمایه گذاری در این صنعت نفت بشه و کارها پیش بره. و خب معلوم هست وقتی که سرمایه گذاری به طور درست و صحیح انجام نشه و خیلی چیزها مورد صدمه قرار میگیره، من جمله ایمنی اون صنعت. و اینجا به نظر من مسئله ایمنی این صنعت چیزی نیست جز همین مسائل سیاسی که در ایران همه درگیرش هستن و عجله کردن در باز کردن یک فاز جدید مثلا پالایشگاه یا کارخونه چیزی. اینها منجر به حوادث ناگواری میشه که به این صورت پیاده میشه و ما میبینیم. ببینید حتی کمپانی بزرگی مثل بی پی نتونست اونطور که باید و شاید جلوی اون حادثه سهمگین خلیج مکزیک رو بگیره و اونطور فاجعه‌ای پیش اومد. پس میبینیم که احتیاج هستش تمام کمپانی های بزرگ نفتی دنیا. آقای دکتر، ولی مدیر عامل اون شرکت رو اخراج کردن و از کار برکنار شد به خاطر همون اتفاق. خب بله درسته، مدیر عامل اخراج شدش و تصمیماتی گرفته شد و ایمنی های و سیستم های ایمنی بسیار زیادی در این زمینه گذاشته شد. متاسفانه در ایران امروز ما این چیزها به نظر من امکان پذیر نیست به خاطر اینکه سرمایه گذاری نمیشه، به خاطر اینکه عجله میشه در بسیاری از کارها. ولی نباید این را از حق بگذاریم که کارکنان شرکت نفت ایران، مهندسین، متخصصین، تکنسیان ها، اینها تحت شرایط بسیار دشواری دارن کار میکنن. به مراتب کارشون مشکلتر و سختتر هست تا اون مهندس و تکنسیانی که قبل از انقلاب با تمام امکانات داشته کار میکرده در صنعت نفت ایران. ولی امروزه این کارگران و این متخصصین با همه فشارهای سیاسی، فشارهایی که روشون به شکلهای مختلف وجود داره، نهایت کارشون رو انجام میدن و این صنعت بزرگ
بزرگ و حیاتی ایران رو زنده نگه می‌دارن. اینه که به نظر من باعث بنها آفرین گفت. آقای دکتر بقایی کوتاه پاسخ بفرمایید، این که قرار بود که این فاز در واقع سوم پالایشگاه آبادان ابتدا 22 بهمن افتتاح بشه، بعد این رو به 12 فروردین موکول کردن و بعدم سوم خرداد هم تو که اشاره کردید قرارم ظاهرا نبود، یعنی 21 اردیبهشت اعلام کرده بودن پالایشگاه بندرعباس قراره چون این پروژه درش افتتاح بشه و بعد از چند روز ظاهرا تغییر دادن این افتتاح رو به پالایشگاه آبادان. الان صحبت از این است که ظرف 15 روز ادعا کردن این رو بازسازی خواهند کرد. شما از لحاظ فنی با اخبار و تصاویری که دیدید از ابعاد آتش سوزی چقدر خوشبین هستید که این اتفاق بیفته، ظرف 15 روز این آسیب هایی که دیده شده جبران بشه؟ خواهش میکنم. والا من متخصص امور پالایشگاهی نیستم که بتونم بگم دقیقا، ولی از اونجایی که صدمه بزرگی خورده بعید میدونم و روی روالی که به هر حال ما در ایران امروزه میبینیم که نیروگاه بوشهری که بایستی 30 سال پیش آماده میشد هنوز قابل بهره برداری نیست، من بعید میدونم انفجار عظیمی که شده در کارخونه آبادان در پالایشگاه آبادان به این سادگی ها قابل ترمیم باشه، اونم ظرف 15 روز. آیه دکتر سعیمی، نکته که این وسط مهم هست این که اشاره کرد به مشکلات سرمایه گذاری، اساساً راه اندازی یک پالایشگاه در ایران الان چقدر هزینه میبره، چقدر به سرمایه دلاری در واقع خارجی نیاز داره و چه تعداد پالایشگاه در این چند وقت ساخته شد؟ چون آقای احمدی نژاد وعده داده بود که پالایشگاه های متعددی رو میسازن و مشکل بنزین رو در واقع حل خواهند کرد. ببینید، اولا در غرب اگر شما بخواید یک پالایشگاه جدید بسازید برای تصفیه مواد نفتی، به ازای هر بشکه نفتی که اون پالایشگاه قرار تولید کنه حدود 15000 دلار باید سرمایه گذاری بشه. یعنی مثلا شما اگر پالایشگاه تهران رو در نظر بگیرید که در حال حاضر با توسعه‌ای که بعد از انقلاب دادن حدود 200 تا 220000 بشکه نفت رو در روز تصفیه می‌کنه، شما چیزی نزدیک 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم دارید. این البته در غرب. در ایران ممکنه یه مقدار مخارجش کمتر باشه به دلیل اینکه قوانین مقرراتی که در فرض کنید در آمریکا برای تاسیس پالایشگاه به کار گرفته میشه بسیار مشکل تره از لحاظ محیط زیستی مورد بررسی قرار میدن و مسائلی از این قبیل، ولی به هر حال آنچه که مستلزمه برای ساختن یک پالایشگاه مدرن با ظرفیت بالا به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی لازمه، سرمایه‌گذاری زیادی لازم هست. در ایران بعد از انقلاب خب پالایشگاه بندرعباس ساخته شده، پالایشگاه عراق ساخته شده و کل ظرفیت تولید یعنی تصفیه پالایشگاه در ایران از بعد از انقلاب به نحو قابل توجهی بالا رفته. ایران همین الان حدود ظرفیت پالایشگاهش حدود 1,450,000 بشکه در روزه. برنامه هست که با تاسیس پالایشگاه دیگه در کرمانشاه و در جاهای دیگه حدود 1,700,000 بشکه ظرفیت اضافی درست کنن که اگر انجام بشه، که اینها قراره بین سالهای 2015 تا سال 2020 انجام بشه، اون وقت ظرفیت تولید پالایشگاه ایران به مقدار خیلی زیادی بالا خواهد رفت که حتی ممکنه اجازه بده به ایران که اینها رو یه مقدار صادر کنن. ولی به دلیل تحریم هایی که بر اهل ایران انجام شده که حالا راجبش میشه بحث کرد که دلیل تحریم ها چی، هم تا آقای دکتر یزدی هم بهش اشاره کردن، مشخص نیستش که تکنولوژی کاملا مدرن که در اروپا و آمریکا به کار میده در ساختن پالایشگاه ایران هم به کار بره. اگر قرار باشه که شرکت های خارجی در تاسیس این شرکت ها در تاسیس این پالایشگاه شرکت کنن، عموما این شرکت ها کره ای و چینی هستن که اونها ممکن به دلیل سخت تر شدن تحریم ها برای ایران از شرکت در پروژه ها دست کم شرکت های کره ای منصرف بشن. بنابراین اینکه آیا ما به اهداف خودمون برای بالا بردن ظرفیت پالایشگاه در عرض 8-9 سال آینده خواهیم رسید، این مورد سواله. و همونطور که آقای دکتر یزدی گفتن، بنده هم خوشبین نیستم که خرابی هایی که در پالایشگاه آبادان به وجود اومده در عرض 15 روز قابل تعمیر باشه. البته بنده چون از نزدیک سالها با متخصصین و مهندسین صنعت نفت ایران در ارتباط بودم تا چند سال قبل، میدونم که صنعت نفت ایران دارای بسیاری از متخصصین خیلی بالا، کارمندان و
کارگران واقعا وطن دوست هستند و اونا نهایت تلاش خودشون رو برای تعمیر پالایشگاه آبادان به کار خواهند بود. و در این را باید توجه بکنیم که در عرض 32 سال گذشته اگر جنبه سیاسی را قضیه را بذاریم کنار، به حال آنچه که مسلمه روی صنعت نفت ایران فشار خیلی زیادی بوده و همین که صنعت نفت ایران تا به امروز تونسته به نحوی به کار خودش ادامه بده، به نظر من این در نتیجه فداکاری ها و کوشش ها و مجاهدت های کارکنان و مهندسین و متخصصین صنعت نفت که در ایران موندن و به کار خودشون ادامه میدن. ولی اینی که آیا واقعا به موقع این پالایشگاه در عرض 15 روز به خصوص تعمیر بشه و همه چیز به حالت عادی برگرده، این مورد سواله. البته بنده از نزدیک اینا رو ندیدم و قضاوت سریع هم شاید کار درستی نباشه، ولی این عرضه بنده بر مبنای تجربه ایست که ما با این دولت آقای احمدی نژاد در عرض 6 سال گذشته داشتیم. آقای دکتر بقایی، فشار سیاسی اشاره شد، آقای دکتر صمیمی اشاره کردن که بر این بخش از در واقع بخش انرژی ایران، بخش نفت و گاز زیاد بوده، در این حال سرمایه گذاری لازم شاید به اون شکل انجام نشد، یعنی اون توجهی که باید انجام میشد انجام نگرفت در این چند سال گذشته. موقع که تحریم بنزین اعمال شد ظاهرا تازه به فکر افتادن که این مشکل رو رفع رجوع بکنن. شما تخصصتون در ارتباط با در واقع ترکیب الکل و مشتقات الکل با سوخت هست، چقدر جمهوری اسلامی ایران دولت آقای احمدی نژاد موفق بوده در تولید بنزین داخلی برای مقابله با این تحریم ها؟ ببینید، من یک اصلاح کوچیکی بکنم، شاید لازم باشه. پالایشگاه هایی که ایران الان درش استفاده میشه، 9 پالایشگاهی که ایران داره، 3 تا از این پالایشگاه ها عراق، اصفهان و بندر عباس قبل از انقلاب اسلامی اینها پروژه هاش ریخته شده بود و شروع به تأسیس شده بود. پس در نتیجه میبینیم بعد از انقلاب اسلامی واقعا پالایشگاه جدیدی به اون صورت تأسیس نشده متاسفانه، و در نتیجه این مقدار ظرفیت پالایش ایران بسیار کم هستش، روی روال همین 9 تا پالایشگاه هست. البته صحبت 7 تا پالایشگاه جدیدم هستش که به وجود بیاد، ولی صحبت از این هست الان در ایران که استفاده بکنن از موادی مثل الکل، الکل اتیلیک یا مشتقات الکل مثل ETBE که جانشین MTBE میشه در بسیاری از مخلوط‌های بنزین. صحبت این هستش که استفاده بکنن و این الکل رو وارد بنزین بکنن به حد 5%، ولی خب باز ایران ظرفیت کافی برای تولید الکل نداره و مجبور الکلش رو از کشوری مثل برزیل وارد بکنه که باز آمریکا روی برزیل فشار آورده که به ایران به الکل نفروشن. خب همش این مشکلات وجود داره و به نظر من موزل بسیار بزرگی باهاش روبرو هستن برای تامین بنزین ایران، و با این وضعیتی که پیش میره واقعا من نمیدونم تا یکی دو سال آینده به چه صورت تامین بنزین مملکت و دیزل و همچنین خواهند کرد. دیزل رو مثل این که به اندازه بیشتری تولید میکنن در ایران، ولی بنزین مسلماً کمبود بسیاری هستش که مجبور هستن مقادیر زیادی وارد بکنن به ایران. آقای دکتر بقایی، اگه کوتاه لطفا توضیح بفرمایید، الان این روزها بحث از قرص های بنزین هست در بازار، مکمل هایی که کاهنده مصرف بنزینن و عدد اکتان در واقع ظاهرا افزایش میدن، چقدر اینها چیزهای مرسومی هست در بازار جهانی؟ بسیاری اعتقاد دارن که دولت هم در واقع اشاره کرده اینها قانونی نیست استفاده از اینها. بله، اونا فکر میکنم هنوز استفاده اینها درست نباشه و قانونی نباشه به اون صورت، ولی استفاده از موادی که اکتان بنزین رو بالا ببره مسلماً یک موضوعی هستش که الان در جهان پیشرفته امروزی مسئله‌ایه که همه بهش توجه میکنن. الان کشورهای اروپایی رو به این هستن که تا 10% از مخلوط بنزینی که دارن از الکل تامین بشه، و در نتیجه همه رو به این مسئله هستن که مشتقات الکل و خود الکل رو، الکل اتیلیک رو وارد بنزین کنن که هم احتراق بهتری صورت بگیره برای بنزین و هم این که آلودگی محیط زیست کمتر بشه و تامین این مسئله رو داشته باشن. ولی متاسفانه در ایران ما من این مسئله رو به این راحتی نمیبینم که به این سادگی بتونه حل بشه. آقای دکتر صمیمی، چقدر این پروژه
تغییر کاربری پتروشیمیا برای تولید بنزین موفق بود. صحبت زیاد شد که بنزینی که تولید میکنن بنزین استانداردی نیست، آلودگی شدید رو ایجاد کرد. ببینید این طرح در واقع اولین بار در دولت آقای خاتمی موقعی که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بودن مطرح شد و این طرح در اون موقع رد شد به دلایل بسیار زیادی. اول از اینکه وقتی شما واحدهای پتروشیمی رو برای تولید بنزین به کار میبرید، خب قاعدتا تولید محصولات پتروشیمی پایین میاد. ایران قبل از اینکه واحدهای پتروشیمی رو برای تولید بنزین به کار ببره سالانه حدود 8 میلیارد دلار صادرات مواد پتروشیمی داشت. وقتی که واحدهای پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفت، کار به جایی رسید که مواد پتروشیمی در داخل مملکت کمیاب شد، قیمت‌ها بالا رفت و دستور توقف صادرات اونو دادن. در عین حال کیفیت این بنزینی که از واحدهای پتروشیمی میاد پایین هست، به دلیل اینکه خب این واحدهای پتروشیمی برای مصرف نفت خام به عنوان خوراک طراحی نشدن و بنزینی هم که درست میشه بنزین نامرغوب هست و از نظر محیط زیستی هم دارای آلاینگی های بسیار زیادی هست که محیط زیست رو مورد حمله قرار میده. بنابراین از هر لحاظ که بخوایم نگاه کنیم این قضیه موضوعی نبود که واقعا بشه ازش استفاده کرد و همونطور که عرض کردم در زمان دولت آقای خاتمی رد شد. منتها خب وقتی که تحریم بنزین بر علیه ایران قرار گرفت، اینها برای اینکه تولید بنزین رو بالا ببرند و در این حال ادعا کنن در جهان که میتونن از لحاظ داخلی بنزین خودشون تامین کنن، تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و خب این با مسائل و مشکلات بسیار زیادی که هم تو که عرض کردم مواجه شده و بنابراین کار به طور علمی و تکنولوژی کار درستی نبوده و نیست. آقای بقایی، شما از بخش در واقع آکادمیک به بخش شرکت بزرگ کار کردید و خودتون الان یه مؤسسه در واقع شرکت خصوصی دارید. چقدر نقش شرکت خصوصی در صنعت نفت و گاز ایران میتونه تعیین کننده و مهم باشه با توجه به اینکه برش کنترل بخش عمده از این مسائل و چقدر بشه تماما در اختیار دولت هست؟ ببینید در ایران خب به طور سنتی بایستی گفت همیشه صنعت نفت زیر نظر کامل دولت بوده و در سالهای بعد از انقلاب و به خصوص سالهای اخیر یک مقدار خصوصی سازی زیاد شده، ولی متاسفانه این خصوصی سازی ها خیلی هاش به علت سوء مدیریتی که وجود داشته، عدم مدیریتی که وجود داشته، نتونسته اونطور کارآمد باشه و کمک بکنه به صنعت نفت ایران و به نظر من یک فاجعه‌ای بوده که شاید این سالها در صنعت نفت ایران و بر صنایع دیگر ایران پیش اومده. بله. ولی نقش شرکت‌های خصوصی مسلماً الان ما می‌بینیم در دنیای غرب شرکت‌های خصوصی بسیار به خصوص شرکت‌های خصوصی کوچک میتونن در تولید تکنولوژی و درست کردن و پیشبرد یک تکنولوژی دست داشته باشن و بعد اون تکنولوژی رو تحویل کمپانی‌های بزرگتر بدن برای استفاده وسیع‌تر در اون صنعتی که بایستی ازش استفاده بشه. آیه دکتر سمی، فرصت خیلی کوتاهی داریم. بحث الان مشکلات بحرانی است که ممکنه ایران در ریاست اوپک پیدا بکنه به خاطر اینکه وزارت نفت هنوز بی سرپرست است. آقای احمدی نژاد خودش این مسئولیت رو قبول کرده، از افرادی اسم برده میشه. شما با آقای رستم قاسمی اشاره کردی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، صحبت از آقای پرویز فتاح است، رئیس مدیر بنیاد تعاون سپاه، بعد آقای احمد قلبانی، سیف الله جشن‌ساز و جواد اوجی. چقدر این در واقع مشکل ممکنه حقیقتا ریاست ایران رو بر اوپک در واقع به خطر بندازه این بی برنامگی؟ ببین من فکر نمی کنم که ریاست ایران بر اوپک به خطر بیفته، ولی آنچه که مسلمه اینه که وقتی که یک کشور مهم صادر کننده نفت مثل ایران مسائل از قبیل مسائل پالایشگاه آبادان درش به وجود میاد و درست موقعی که آقای رئیس جمهور اونجا میرن انفجار به وجود میاد و بعد اعلام میشه که خیلی از کارشناسا میگن که این به دلیلی بوده که با عجله این کار انجام داده و کار علمی روش انجام نشده، خب این در
ذهن اعضای اوپک این مسئله پیش میاد که رئیس کنونی اوپک از ایران هست، آیا واقعا اون تجربه و آگاهی و تخصص لازم رو برای هدایت اوپک داره یا نداره؟ البته اوپک یک بخشش سیاسی هست، یک بخشش هم از لحاظ تولیدی است، ولی به هر آنچه که مسلمه رئیس اوپک باید داره تخصص وسیع در همه زمین‌ها باشه از جمله مسائل علمی. تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر محمد صمیمی، از آقای دکتر بقایی یزدی هم سپاسگزارم از هر دوی شما برای شرکت در این برنامه. مهمان‌های فردای افق آقای حسین علیزاده و کاوه افراسیابی هستند. موضوع روابط ایران و مصر و نقش مصر در منطقه. تا فردا و افق دیگر. تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای شرکت در گفتگو در فضای مجازی پس از برنامه به فیسبوک افق بپیوندید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.